به نام نامی حی سبحان پروردگار جان و جهان، عزیزان همیشه همراه، سلام های خود را تقدیم میکنم به همه شما عزیزانی که همیشه بیننده برنامه هستین، به خصوص شما هموطنان عزیزم. امیدوارم در هر جایی که هستین جور و سعادتمند و پیروز و موفق باشین و امیدوار هستم که مثل همیشه در کنار اعضای خانواده محترمتان پر از صمیمیت باشین و بهترین ها را برای یک یک شما عزیزان از خدای بزرگ آرزومند هستم و یک سلام ویژه هم تقدیم کنم به شما خواهران عزیزم، شما بانوان و شما عزیزانی که باعث آرامش محیط خانه و خانواده هستین، ماندنه باشین از کار و بارای روزمره و زندگی، به خصوص شما مادران و شما خواهرانی که بسیار علاقه من هستین که آگاهانه زندگی کنین، مطالعه دارین، تحقیق دارین و برنامه های اینچنین را همیشه مشاهده میکنین و دوست دارین که زندگیتان بر اساس آگاهی و هدفمندی پیش برد. ماندنه باشین به همه شما عزیزان میگم و بیننده برنامه روشنا هستین از شبکه جهانی بخش فارسی دری. امید دارم که امروز هم مثل همیشه تا آخرین لحظات همراه ما باشین. خانم دکتر رضایی را در استودیو با خود ما داریم. سلام عرض میکنیم خدمتشان و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم محضر شما همکار محترم و همینطور همه بینندگان عزیزی که در این ساعات محبت میکنن و لطف میکنن و پیگیری میکنن این برنامه را. انشالله که خدا به ما توفیق بده که در این ایام، در این روزها و در این مناسبت هایی که گذراندیم و در او هستیم و پیش رو داریم، انشاءالله لحظه به لحظه، ساعت به ساعت بر معرفت ما نسبت به اهل بیت کرامت انشاءالله بیفزاید و به ما توفیق این رو بده که هر اندازه که معرفت ما بیشتر میشه به همون اندازه مودت ما و خلوص ما و تبعیت حقیقی ما و پیروی واقعی ما از این بزرگواران انشاءالله بیشتر بگردد. الهی آمین. با دعاهای بسیار خوب و زیبای خانم رضایی عزیز گفتگو رو امروز آغاز میکنیم و همه قسم که صحبت‌های زیادی ما در قبل هم داشتیم نسبت به زنان و ای که زنان در طول تاریخ چقدر فعالیت‌ها داشتند در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و این خود میتونه درس بزرگ و الگوی بزرگ باشه برای ما و شما خواهران عزیز ما و ای که زنان دوش و دوش مردان فعالیت‌هایی داشتند و هر کدام در مدار خیش و دو شادوش مردان فعالیت کردند، مردان در مدار خیش با استفاده از توانمندی ها و استعدادهای خود و زنان هم در مدار خود با توجه به استعدادها و توانمندی های خودشان فعالیت های زیادی داشتند. و امروز هم میخوایم باز هم نسبت به این موضوع با شما عزیزان گفتگو کنیم و انشالله که مرور این صحبت ها و گفتگوها درس هایی باشه برای ما و شما که ما به عنوان زنان امروز باید چه کنیم، در زندگی های امروزه چه قسم باید زندگی کنیم و آیا مسئولیت هایی داریم امروز در قبال مسائل اجتماعی، در مقابل مسائل های سیاسی و مذهبی و دینی و فرهنگی. اینها رو بررسی میکنیم و نقش زنان عاشورا رو میخواییم صحبت کنیم و یکی بگیم که در روز عاشورا نقش زنان چه بود و چه چیزها و چه کارهایی انجام دادن. خانم رضایی عزیز، ما خب در طول تاریخ ما زنان زیادی داریم که فعالیت های زیادی داشتن و ای که زنان در روز عاشورا چه نقشی داشتن، این هم جز صحبت امروز ما هست و ای که چرا مثلا زنان همراه با امام حسین علیه السلام رفتن، زنان و کودکان را امام حسین علیه السلام با خودشان بردن و این چه هدفی بود و چه نقشی را ایفا کردن زنان در روز عاشورا؟ تشکر از شما بابت مطرح کردن این مسئله. نکته که اشاره کردید همونطور که همه بینندگان عزیز ما میدانن، خب ما در جامعه بشری غالبا بر مبنای جنسیت جامعه رو به دو نیم تقسیم میکنیم، نیمی از او به هر حال جامعه مردان و نیمی هم زنان هست. اما در تاثیرگذاری و در نقش آفرینی، کما اینکه در اساس آفرینش
خداوند سبحان هست متناسب با مسئولیت هایی که هر کدام بر عهده دارن، متناسب با همون حقوق و وظایفی هم برای اونها در نظر گرفته شده و در او بحث در بعضی از موارد ممکن هست که یک سری مسئولیت های سنگین تر به خانم ها داده شده باشه و از طرفی با به عبارتی دوش اونها رو سبک کرده باشن در یک هیته های دیگه، یا برعکس در یک هیته هایی نسبت به آقایون خیلی مسئولیت داده شده باشه و در هیته های دیگه سبک تر باشه. بر اساس همون توانمندی، همون عواطف، هیجانات، احساسات، هدف کلی، نه هدف کلی که در نظام آفرینش هست بلی. چون میدونید به هر حال اینها دو نیمه این که کنار هم قرار میگیرن، کمون که اگر خاطر شما و عزیزان ما در بحث ازدواج باشه، ما بحث تکامل رو مطرح کردیم. درسته. به کمال رسیدن رو و از اینکه مردی زنی رو کامل کنه یا زنی مردی رو کامل کنه، که دو نیمه من دنبال نیمه پنهان میگردم، نه، ما کنار هم قرار میگیریم، یک زن و یک مرد کنار هم دوشا دوش هم و همون واژه همسر بودن رو اطلاق میکنیم تا انشالله این دو کنار هم و دوشا دوش هم به اون کمال و غایت هدف انشالله هستی و آفرینش برسن. بر مبنای او خب در قسمی قسمت بحث خاصی است مبنی بر اینکه از جمله وظایف به اصطلاح اختصاصی برای مردان بحث جهاد هست. یعنی مردان وظیفه ای اونها این است که جهاد بکنن، خصوصا جهاد زمانی که حضور پیغمبر باشه، در بعد از وفات پیغمبر و ولایت پیغمبر بحث حضور امام، هر زمانی که امام معصوم امر به جهاد بکنه، شرکت کردن در جهاد برای تک تک مردان مسلمان واجبه. اما در این حیطه دوش زنان سبکه، یعنی جهاد بر زن واجب نیست. خب بعد سوال پیش میاد، همونطور که شما مطرح کردین که حالا گاهی وقتا فقط صرفا سوال هم نیست، خانم ظهوری، ممکنه شبهه اصلا باشه. چرا امام حسین همراه با خودش طفل 6 ماه هم میبره، همسران خود میبره، طفل خردسال میبره، بله نوجوان هم میبره؟ خب اگر امام حسین قصد قیام داره، قصد انقلاب و قصد جنگ داره، خب اینا که واجب نیست، اینا چرا میرن؟ چرا، چه ضرورتی داره؟ حالا نکته اول اینه که یک وقت هست ما این قضیه رو نسبت به وجود نازنین امام معصوم امام حسین علیه السلام بررسی میکنیم، خب چرا امام حسین فرزندان خودش آورد؟ یک وقتی هست میپرسیم که او زنها و او کودکان دلیل هدف اونها چی بود؟ اون که خب خودشان هم اونا میدن، قطعا حضرت زینب میدونستن که جواب بر اونها واجب نیست، ام کلثوم میره میدونسته، چرا قبول کردن بعد چرا رفتن و چرا خب همونطور که شما حالا میشود از دو بود بررسی کرد، که اول اینکه چرا امام حسین فرزندان و همسران و به عبارتی اهل بیت خودش رو با خودش برد، اینه که ببینید ما پاسخهای متعدد و متفاوتی هست. این که الان خود این خانواده بردن، ببینید ما دارم همون کما اینکه ما در مباهله زمانی که مسیحیان نجران مقابل میشن با پیغمبر و بعد به این نتیجه میرسن که به هر حال برن به صحرا و فردا خود ماجرای مباهله اتفاق بیفته، کما که در آیه قرآن اشاره شده انفسنا نساءنا و ابناءنا، همسرانمان، فرزندانمان و جانمان رو، بله خب بله. این یک نوع به نحوی نشان دهنده صداقت و خلوص نیت امام در حرکتی که پیش رو داره. من دارم میرم، حالا حتی اگر مسیر صعب و سخت و سنگین هم هست، به نشانه صداقتم هم دارم فرزندانم و همسر و فرزندان خودم رو، خانواده خودم رو و اهل عیال خودم رو با خودم میبرم. نکته دوم به عبارتی برمیگرده به علم امام، علم لدنی امام، مبنی بر اینکه امام کما اینکه ما میدونیم که بحث سرنوشته به عبارتی حضرت حسین ابن علی علیه السلام از ابتدای تولد ایشان بارها توسط پیغمبرین داریم، که اولین کسی که حالا در بین معصومین علیه السلام بر مظلومیت امام حسین گریسته، خود وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام هست. بنابراین امام حسین خودشون میدانستن، هم به توسطی که به اونها گفته شده بوده، هم به اینکه بر اساس علم لدنی. نکته جالبش اینجاست که امام با علم آگاهی خودش میدانن که اگر فقط و فقط صرفا کلیت نهضت تا عصر روز عاشورا اختتام پیدا بکنه، بله. او پیامبری، پیغام رسانی، روشنگری و وسیلت افزایی پس از عاشورا، پس از ظهر عاشورا که تمام او دقیقاً روی دوش حضرت زینب، امام سجاد و دیگر زنان اهل بیت هست، خب خاموش میمانه دیگه، یعنی بله. قیام عقبه قیام معطل میمانه. لذا امام با علم و آگاهی خودشان این عزیزان رو با خودشان میبرن که بعد از قیام سر نی در نینوا میماند، بله. اگر زینب، بله. نبود، دقیقا. کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. پس اول اینکه نسبت به امام حسین، بله. چرا حضرت فرزندان خودشون رو، همسر و خانواده خودشون رو بردن این. اما از اون ور نکته جالبتری که برای من به عنوان یک زن مسلمان خانم زوری برای من خیلی جذاب و جالب هست و نیاز به این داره که عزیزان ما، خواهران ما، دختران جوان ما، مادران بزرگواری که این لحظه بیننده ای برنامه، بله. هستن، به شدت بود توجه کنن نسبت به خود این بانوان گرامی است که با وجودی که میدانستن بارها و بارها اشاره کردیم که چندین اصحاب از اصحاب امیرالمومنین، از دوستان و نزدیکان امام حسین، برادر امام حسین، توصیه میکنه که نرید. پس یعنی دقیقاً جو حاکمه بر این، همه میدانن که این سفر عادی نیست. آقابت خب ببینید، این که
چرا او بانوان خودشان علا کما اینکه حالا حضرت خواستن تمایل شخصی اونها هم بوده به قول معروف رضایت بوده اجبار و اکراهی که در کار نبوده. ببینید این نشان دهنده ای است که برخلاف او چیزی که تصور میشه این دیانت ما بر یعنی من به عنوان یک زن مسلمان دیانت من صرف در عبادت من یا در اخلاق من نیست، دیانت من در همه ابعاد اجتماعی از جمله اون که ببینید یکی از اصلی ترین وظایف یک انسان و یک مسلمان تبعیت بی چون چرا از ولی خداست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. دقیقاً در آیه قرآن ما اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر و اولی الامر رو که به امامان معصوم وقتی که این اولین نکته است که ببینید در تبعیت کردن، در پیروی کردن، در همراهی و همگامی کردن و همکاری کردن دیگه بس زن و مرد نیست. امام معصوم داره میره و همه عزیزان او از جمله حضرت زینب و همسران بزرگوار اونها مثل حضرت ربوبه علیه السلام، دختران کوچک یا بزرگ اونها مثل حضرت فاطمه، مثل حضرت رقیه، همه اینها حضور پیدا میکنن که نشان بدهند که زن و مرد این چقدر زیباست. این اعتماد بین دو، بله، یعنی امام حسین علیه السلام این اعتبار و اعتماد نسبت به خانواده خود داشت که اینها را با خود همراهی کرد. بله، در غیر صورت اگر قسم نبود که دیگه صبوری خواهند کرد، تحمل خواهند کرد، اینو میپذیرن، اصلا میدانن که در به قول معروف در بهبوهه آزمایش سخت چه باید بکنن و از خود یعنی جز پشتیبان اینها بود. عقبه بعدی یعنی نبود که مثلا خدای نکرده بگی که اینا سربار امام بودن به عنوان یک زن با وجود اون همه احساساتی که داشتن، هیجاناتی که داشتن، بله، با خود اگر که فکر میکردن که اینها اگر با ما بیان امکان داره که اینا در بحبوهای جنگ و او به جای اینکه کمک بکنن مشکل هم اضافه بشه. بله بله بله، بلکه او توانمندی و او احساسات پاکی که اونا داشتن خودش یک نوع پشتیبان و یک نوع همدردی میدانستن کنار هم بودن. های مزایی ما یک میان برنامه تقدیم عزیزان کنین، در ادامه گفتگو با شما خواهیم بود. همراه ما باشین بعد از یک وقفه. خانم مادام از دانشمندان انگلیسی میگوید بزرگترین دلیل بر اثبات مظلومیت امام حسین مسلمانان قربانی شدن کودک شیرخواره‌اش بود که در هیچ تاریخی سابقه ندارد و با همین نیروی مظلومیت بساط خاندان بنی امیه را برچید و آنان را رسوای عالم ساخت. سپاسگزار هستم از اینکه با برنامه روشنا همراه هستین. نسبت به موضوع زنان در روز عاشورا و نقش آنها صحبت میکنیم با همه شما بیننده های عزیز و اینکه انشالله بیک مرور کنیم و از تجربیات و از سرگذشت آنها و اینکه چه قسم زندگی کردن و چه قسم صادقانه و خالصانه در مقابل امام زمان خودشان حضور داشتن و فعالیت کردن. انشالله تجربیات اونها استفاده کنین و ما هم امروزه تلاش داشته باشیم که از آن زنان الگو بگیریم و از زندگی آنها و نقشهای آنها درس بگیریم و الگو بگیریم و ما هم امروزه فعالیت هایی داشته باشیم و نقش های و مسئولیت هایی داشته باشیم. خانم رضایی، تا اینجا صحبت های ما رسید که بله زنانی که نقش داشتن در کنار امام حسین علیه السلام بودن و آمدن و قبول کردن و تلاش های زیادی داشتن که انشالله که اینها را بررسی کنیم ببینیم که خب چه فعالیت هایی داشتن، چه تلاش هایی داشتن، بله، و این که در کنار امام حسین علیه السلام که امام زمان خودشان بودن به صورت خالصانه و صادقانه همراهی کردن امام. بله، ما را. بله، نکته جالبش است که خانم زهری ما که بررسی میکنیم در قیام عاشورا در همراهان و اصحاب و یاران امام حسین علیه السلام بانوانی که حضور داشتن در اونجا خب هم از به عبارتی خانواده امام حسین و از بنی هاشم بودن و هم از غیر بنی هاشم و آدم های به عبارتی میشود گفت که غیر خودی، حالا مثلا میگیم بیگانه تر به اصطلاح عامیانه خودمان بیگانه تر. خب در ما از خانواده حضرت زینب سلام الله علیها رو در صدر داریم و خواهر بزرگوارشون ام کلثوم علیه السلام رو داریم، دختران امام حسین رو داریم، فاطمه خاتون رو داریم، سکینه خاتون رو داریم و همسر امام حسین رباب رو داریم، این حالا و تعدادی دیگر از خانواده درسته. امام از بنی هاشم. از اون طرف نکته جالبش غیر بنی هاشم هست، زنانی مثلا از همسران اصحاب حضرت مثل همسر مسلم ابن اوسجه که هم شوهر او در قیام عاشورا به شهادت میرسه و هم خود او تکی
تاکید میکنه به فرزندش که تو هم برو و به قول معروف در میدان باش و در رکاب امام جان خودت رو فدا کن. ما همسر جان آتفتین کعب انصاری رو داریم، او هم باز دوباره هم همسر و هم فرزندش رو. و نکته جالبی است که علاوه بر اینکه همسر و فرزند او در رکاب امام حسین شهادت میسه، خود او هم فداکاری میکنه و در یعنی رسما وارد میدان مبارزه میشه و این رشادت و شجاعت و جسارت زنونه رو بسیار بسیار نشان میده و مورد تحسین هست. یا مثلا فرض کنید ما نه تنها مسلمانی رو، ما بانوی مسیحی رو داریم که ام وهب که هم خود او به شهادت میرسه و هم فرزند او به شهادت میرسه. که نکته بسیار جالبش است که پس تاکید میکنم که نشان یعنی خود نهضت عاشورا نکته جالبش است که نشان میدهد که حتی متاسفانه در گذشته ها از ابتدا هم بوده و همین الان هم اون نگاه نادرست و میشود گفت که غیر منصفانه و حتی شاید شایسته است که بگیم منحرفانه ای که انحراف گونه ای که ما از اسلام داریم در مورد برخورد با زن، حضور زنان و اصلا شایستگی های زنان، توانمندی های زنان و ظرفیت های زنان، این رسما قیام امام حسین به چالش میگشه که زنان صرفا، حالا ما داریم در زمان پیغمبر مثلا در به عبارتی در هیئت پرستاری همسر پیغمبر، همسران پیغمبر، حضرت زهرا سلام الله علیها در غزوات پیغمبر شرکت میکنن پشت جبهه مثلا به عنوان پرستار. نکته جالب اینجاست که اقتصادی هم فعالیت داشتن، حضرت خدیجه خود بله در تجارت نه بیشتر من حالا بحث مباحث سیاسی یا به اصطلاح همون مباحثی که میگن که خب اصلا کلا حضوری لزومی نداره و یا کاری نمیتوانند انجام بدن، حضور زنانه، حضور زنان میگم که وجود داشته. نکته مهمش است که در دقیقاً حضور زنان رو در قیام امام حسین و در نهضت عاشورا از ابعاد مختلفی میتوان بررسی کرد و به این نتیجه رسید که واقعیتش است که من خیلی وقتایی را بارها و بارها گفتم که ما در چهارچوب مثلث رکن مذهب خودمان ما یک عدالت علوی رو داریم یا به عبارتی حکومت عدل حضرت علی ابن ابی طالب رو داریم، بعد میرسیم به خط سرخ حسینی و قیام امام حسین و بعد انشالله همگی منتظر به عبارتی ایجاد مدینه فاضله و حکومت جهانی حضرت مهدی هستیم. خب نکته جالبش اینجاست که اگر در حاکمیت امیرالمؤمنین و در حقانیت امیرالمؤمنین و در اصل به اصطلاح وجود نازنین امامت حضرت مهدی، در کنار اینکه پیغمبر قبل از رحلت خودشون در واقعه قدیر تاکید بر این میکنن در تمام طول مدت حیاتشون بارها و بارها در شأن نزول آیات مثلا اولئک هم خیر البریه در سوره بینه حضرت اشاره میکنن خیر البریه علی و شیعیان او هستند و در به عبارتی حادثه در واقعه قدیر خم دیگه به معنای واقعی کلمه بروز ظهور پیدا میکنه. بله. ولی باز هم ببینید بعد از رحلت پیغمبر زمانی که بحث حق گرفتن و حق خواهی و حمایتگری است، وجود نازنین حضرت زهرا این کننده است که زنها و نه تنها می توانند که باید این کارو بکنن، چون حضرت زهرا ببینید صرفا برای نشان دهنده توانایی خودشون وارد به عبارت حرکت دفاع از امیرالمؤمنین به عنوان یک وظیفه اصلی و شرعی به عنوان حمایت از امام خودشون وارد قضیه شدن. پس این نشان دهنده دقیقاً نگاه حکیمانه و نگاه روشن و بسیار شفاف و ارزشمند و کرامت بخش اسلام هست به زن، چون وقتی دختر پیغمبر و همسر امام امیرالمومنین علیه السلام وارد این حرکت میشه دیگه شما هیچ توجیهی برای ندارید که او مجبور بوده یا فقط مربوط به اوس، یا چون در حرکت معصوم علیه السلام دقیقاً چیست، نشان دهنده یک مسیر است. هر حرکتی که از زهرا انجام میده صرفا این نیست که شما در دایره شخصی از زهرا او رو محدود بکنیم بگیم خب مربوط به حضرت زهرا است. بعد از زهرا وقتی که ما به قیام امام حسین میرسیم، وجود نازنین حضرت زینب، حضور حضرت زینب، تک تک رفتارهای حضرت زینب، برخورد حضرت زینب، توانمندی ها و بارها شما اشاره کردید مدیریت حضرت زینب بله. در بعد از حادثه عاشورا و در عصر عاشورا حضرت به عبارتی شروع میکنن و این نکته جالبش است که زمانی که حضرت وارد مدینه میشن اینقدر ای توان و تحمل بسیار زیادیه که مواجه میشه ام البنین با حضرت زینب، حضرت زینب رو نمیشناسه. یاد زمانی که در شام هستن، در کوفه هستن، مثلا یه خانم ایشون رو میبینه، خیلی واضح بهشون میگه که آره من قرآن خواندن رو و تفسیر قرآن رو از زینب یاد گرفتم. بله. و به یک حالتی بعد حضرت میفرمایند که من همون زینبی هستم که تو از این رو یعنی اینقدر ببینید این فشار و تحمل مصائب و حتی نکته واقعیتش در داخل که حضرت یک سال بعد از قیام عاشورا حداکثر به عبارتی حیات دارن و زندگی میکنن. ولی این تبلور و توانمندی زنانه است که باز دقیقا. نکته مهمش است که نگاه باز داریم میگیم که امام معصوم طبیعتاً
هر حرکتی که انجام میدن، کما اینکه شما اشاره کردید، اینکه به خواهرشان اعتبار و اعتماد میکنن، به او به هر حال یا درخواستی بوده یا حتی خود حضرت زینب، هر دو با هم هماهنگ، هم درخواست امام حسین بوده طبیعتاً، هم تایید و تاکید حضرت زینب. این نگاه، نگاه کلیت محور اسلامی است، نه نگاه شخصی. چرا؟ چون هم امام حسین و هم وجود نازنین حضرت زینب در بیت نبوت و در بیت امامت تربیت شدن. هر حرکتی که اون بزرگواران انجام میدن طبیعتاً نشان دهنده حقیقت معنای واقعی دین و به عبارتی مکتب ما هست. و او به نکته جالبش اینجاست که ما در قیام امام زمان هم انشالله که خدا به ما توفیق بده که درک بکنیم، ما در تعداد یاران اصیل یا به اصطلاح فرماندهان امام زمان در روایت داریم که از اون 313 نفر 50 یا 51 نفر باز کیان؟ باز خانم هستن. این نشان دهنده است که زنان هم توانمندی دارن، میتونن شرکت داشته باشن، مشارکت داشته باشن. یعنی که شاید بسیاری از افراد این تفکر رو داشته باشن که زنان حالا علاوه عقلی یا علاوه توانمندی شاید در درجه پایین تر باشن، اونها توانایی انجام و مشارکت بسیار فعالیت ها را نداشته باشن و بهتر است که در داخل همون خانه ها باشن. این تفکرات، تفکرات است که دیگه گذشته وقت از اون، یعنی میتونه بگه که تاریخ از اول هم درست نبوده، از اول هم درست نبوده خانم زهرا. و این نشان دهنده الان ما همین قیام امام حسین علیه السلام را و مشارکت زنان را میتونیم از این لحاظ ثابت کنیم که زنان بسیار توانمندی دارن و میتونن مدیریت های زیاد داشته باشن. خب حالا میخوایم بپردازیم به اینکه نمادها یا به عبارت جلوه های حضور زنان رو در ابعاد مختلف در قیام مشروع بررسی کنیم. اولین و مهمترین نکته بحث سیاسیش، ببینید بصیرت یک بانو مبنی بر این که الزام به حضور و تبعیت و پیروی و جانفدایی برای امام داشته باشه. ببینید زمانی که همسر مسلم بن اوسج خودش میآید، همسرش میآید و بعد از شهادت همسرش به فرزند خودش دستور میده به میدان برو و حتی خودش آمادگی را اعلام میکنه که به میدان بره، الان که گفتیم که جهاد بر زن واجب نیست. پس ببینید این نکته ایست که یک زن، باور یک زن مسلمان مبنی بر این که تو هم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک فرد، به عنوان یک معموم، در چه در زمان حضور امام معصوم، چه در زمان غیبت امام معصوم، وظیفه دینی و شرعی توست که در حد توانت با شرایط جامعه متناسب با اینکه الان مهمترین کار و مهمترین حرکت در چه راستایی باید انجام بشه. این مهم ایست که این بصیرت سیاسی، این نگاه به اصطلاح روشن و شفاف داشتن، من در عصر زمان هر امام معصومی که حضور دارم متناسب با وضعیت جامعه خودم، با تکلیف خودم رو، نه فقط وظیفه مردان نیستن، به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شیعه و به عنوان یک پیرو، وظیفه این نیست که بصیرت سیاسی داشته باشم، حق رو از باطل بشناسم، جبهه حق رو اول برای خودم مشخص کنم و این رو بدانم که من وظیفه این نیست که حتما و قطعا در انشالله مسیر حق و حقیقت تا هر جایی که برای ممکنه، حتی اگر زمانی لازم است من جانم رو فدا کنم، من این رو باید در طبق اخلاص بگذارم و تقدیم کنم به اول در راه رضای خدا و بعد در راه تبعیت و پیروی از ولی امر خدا. خانم رضایی چه کنیم که این وظیفه سیاسی که ما در جامعه داریم تقویت کنیم در وجود ما؟ یعنی چه کارهایی باید انجام بدیم؟ اول باید از کجا شروع کنیم؟ چی کنیم؟ شاید بسیاری از خانوما و بانوان عزیز ما همین سوال برشون ایجاد شده باشه که خب حالا که این وظیفه ما هست در عصر امروز زیادتر هست فکر میکنم، بله چی باید بکنیم؟ احسن. از کجا باید شروع کنیم؟ نکته اول که خیلی مهمه، خصوصا در جامعه ما بسیار بسیار نقش آفرینی میکنه، باوری قضیه است من هم وظیفه دارم. یعنی اصلا من باید بپذیرم بانوی مسلمان افغانستانی ما، بیننده عزیزی برنامه، مادر ما، خواهر ما، دختر جوان ما، جوان ما که نمی لحظه دارن این برنامه رو ببینن، نکته اولیست که باور کنن که وظیفه دارن، اصلا این وظیفه اونا هست. کمون که متاسفانه ممکنه خام زوری اصلا بعضی ها منکری قضیه باشن، بگن اصلا به زنا ربطی نداره، به زنا اصلا داخل یک مبحث مردانه است، اصلا سیاست ربطی به زنا نداره، زنا ببخشید حتی گاهی وقتا بعضی ها خودشون به خودشون مشکوکن، میگن اصلا نو برای سیاست حرام است و فلان است و نه. ببینید نکته اول من باور کنم، نکته دوم همون تاکید کردم در صحبت قبلی هم، شرایط جامعه ما رو خودمون بسنجیم، ببینیم الان ما، ببینید ما هم صلح امام حسن رو داریم، هم قیام امام حسین رو داریم، هم سکوت و نوع مواجهه حضرت سجاد رو داریم. بله. این در هر عصر و زمانی وظیفه ما به عنوان یک پیرو، حتی کما اینکه امام معصوم هم شما به هیچ عنوان به عبارتی سیر و سلوک سبک سیره امام رضا رو نمیتوانید با امام سجاد یا با امام محمد باقر مقایسه کنید، هر امامی در شرایط خودش. نکته اول ببینیم در شرایط حال حاضر در جامعه ما و در کشور ما چه چیزی نیازه.
خب اول شرایط رو جامعه به عبارتی اول نیازها رو اساسا بشناسیم و بعد ببینیم ما حد توان و هر کسی ظرفیت خاص خودش رو داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. شما اشاره کردید به بس به قول معروف جایگاه اقتصادی که حضرت خدیجه سلام الله علیها در ابتدای اسلام دارن. هر کسی متناسب با توانی داره، من توان علمی دارم، توان اقتصادی دارم، نهایتا خام زوری هیچ کدوم از اینا رو ندارم، یک زن خانه‌دار ساده هستم. به عنوان یک زن خانه‌دار ساده وظیفه فهمی است که حداقل معرفت نسبت به امام زمان رو به بچه خدا انتقال بده. اول خودم داشته باشم، اول خودم باور داشته باشم، بعد اون رو به بچه خدا انتقال بده، بعد تربیت فرزندان خودم. بله بسیار عالی. عزیزان تشکر از همراهی و باز هم وقفه و میان برنامه تقدیم شما و در بخش پایانی باز هم همراه ما باشین که این گفتگو را با شما عزیزان خواهیم داشت. همراه شما هستیم با برنامه روشنا و موضوع نقش زنان در روز عاشورا و بررسی این موضوعات هست و انشالله که شما عزیزان هم همراه ما باشین تا آخرین لحظات و ببینیم که نقش زنان در روز عاشورا چی بوده و نقش ما امروزه چه خواهد بود. خانم رضایی صحبت ها بسیار گسترده هست و نقش زنان رو بررسی میکنیم و میبینیم که چقدر اینها فعالیت ها داشتن و چقدر زیبا هست و یک نوع خانم رضایی من خودم شخصا افتخار میکنم با وجودم چه یک زنانی که دلیرانه و شجاعانه مثل شیر زنانی فعالیت داشتن و در کنار امام زمان خودشان چقدر تلاش کردند که بتانن به خاطر احیای دین و زنده ماندن اسلام فعالیت ها داشته باشند. بله. و از جان و مال و همه به حال اونها هم انسان بودن و اونها هم زن بودن. بله. چقدر احساسات عواطف داره یک زن، ولی همه آنها را زیر پا ماندن و به خاطر امام زمان خودشان قیام کردن، تلاش بله. کردن و زنده نگه داشتن. بله کاملا درست. خب ما ابعاد حضور زنان رو در قیام عاشورا بررسی میکردیم. نکته اول همون بحث به عبارتی بعد سیاسیشه، خود حضور زنان به عبارتی بصیرت سیاسیشان، شناختن جبهه حق، حرکت کردن در جبهه حق و بالاترین مراحل جانفشانی و فداکاری در راه حق و حقیقت. نکته دوم به لحاظ عاطفی است. ببینید بعد عاطفی قضیه، تأثیر زنان خصوصا زنانی که ما در اشاره کردیم، حالا همسران اصحاب امام حسین و که هم شوهران اونها در قیام عاشورا به شهادت رسیدن در روز عاشورا و هم فرزندان اونها و حتی مثلا کسی مثل ام وهب مسیحی، خود این بانو هم در روز عاشورا به شهادت میرسه. نکته دوم بحث عاطفیه، بعد عاطفی. نکته جالبش اینجاست، ببینید به لحاظ ما مثلا به هر حال هم به عنوان یک خصلت ذاتی در مورد بانوانی به کار میره، هم گاهی وقتا متاسفانه نگاه منفی و به عنوان یک ضعف، اینکه بانوان این واقعیت، این توانمندی رو دارن که از تحریکات کلامی و به عبارتی حتی گاهی وقتا مثلا میگن مکر زنانه، فریب زنانه، دلبری زنانه، که حالا ممکن است که سوء استفاده از او بشه. نکته جالب اینجاست که ما همین رو، ویژگی مثبتش رو در بحث عاشورا در چندین بعد متفاوت و مختلف میتونیم ببینیم، که اینکه او به عبارتی لطافت زنان نه تنها به عنوان یک ضعف مطرح نشده، بلکه به بهترین شکل از او حسن استفاده شده. بله. اینکه مثلا ببینید وقتی دلهم همسر زهیر با یک واژه
با یک کلمه کلن نگرش همسرش خودش رو تغییر میده. بله. ظاهرش تمایلی به دیدن امام حسین نداره، اصلا نمیخواهد که لبیک بگه به عبارتی درخواست امام حسین. بله. ولی با یک واژه، ببینید این توانایی زنان است. یعنی بانوان این قدرت رو دارن که حالا خصوصا در قالب همسری، یا مثلا مثل مادر وهب در قالب مادری. بله. یا مثل همسر وهب، یعنی شکل‌های مختلف او. این که این به اصطلاح چیزی رو که عمدتاً گاهی وقتا متاسفانه به اشتباه به عنوان ضعف محسوب می‌کنیم، ابراز احساسات و اون دلربایی و اون لطافت و ظرافت زنانه، نه تنها ایراد نیست، بلکه ما می‌بینیم در نهضت امام حسین و در قیام عاشورا بهترین استفاده ها از اون میشه. بله. کما اینکه این ویژگی رو داره. به عنوان نکته دوم، تشجیع کردن، تحریک کردن مردان برای حضور پیدا کردن. اینکه مثلا ببینید ما داریم که اصحاب امام حسین شب قبل از به عبارت شب عاشورا که حضرت زینب نگرانی خودشون رو ابراز میکنن مبنی بر اینکه خب تعداد کم شد و رفتن، به محض اینکه اون صحابه اصحاب حضرت حبیب بن مظاهر میاد میشنوه، به عبارتی برای او خیلی سنگین تمام میشه که دختر علی نگران است که مبادا. بعد ببینید اینکه همه با هم همپیمان میشن که یعنی این حرکت، این به عبارتی وجود به یک حالتی حرکت زنانه که نگرانی زنانه، گاهی وقتا مثلا ممکنه مثلا ما بگیم کمله برتر هستن، نه حضرت زینب قطعا اون ترس رو نداشتن، که ما اینکه از بعد از اون نشان دادن اون شجاعت خودشون. حالا این ولی موضوعات زنانه ای که میگن، حتی گاهی وقتا همون گریه زاری و احسن بر شما دقیقاً می‌خواستم به همین شما. بله، بعد از ببینید بعد از عاشورا، بعد از قیام عاشورا، حرکت اسرا، کاروان اسرا، اینکه از زینب گریه، اصلا مدل گریه، کجا گریه کنی، شیون گریه، کجا مثلا اونجایی که داریم که حضرت اینقدر سرشون رو احسن بر شما اینقدر سر مبارک رو از زینب به عبارتی چوب ناقا میزنن که از سر حضرت خون جاری میشه. ببینید اینکه شما در چه موقعیتی از این احساسات استفاده بکنید، کجای احساسات رو خرج کنید، هدف شما از ابراز احساسات چی باشه، نه تنها تاثیر منفی نداره بلکه خودش نشان دهنده تاثیر مثبتش. یعنی در جای او غم، غصه، بله، مدیه سرائی، نوحه گریه سرائی، کردن، گریه. بله، بله. در جای او خود بخانی و گفتن، بله، بله، پیام ها و بله، پیام رسانی، یعنی هر کدام در نکته بعدیش حالا چیزی که من میخوام اشاره کنم، بحث توانمندی ها و پتانسیل ها و ظرفیت های مدیریتی است. ببینید ما در مدیریت منابع انسانی داریم میگیم که یک نکته خیلی مهم است که مدیر کسی است که بتواند از فرصت‌های موجود نهایت بهره‌مندی و استفاده را ببره، و بالاتر از توان مدیریتی فرد زمانی خیلی خیلی بالاست که از چالش‌ها فرصت بکشه بیرون. بله بله. یک وقتی از منابع در دسترس است، فرصت هست. آتیه. فرصت هست، شما بهترین بهره‌وری را از فرصت‌های موجود، همه چیز اختیارت، شما بیشترین استفاده را بکنی. یکی نه، شما این توانمندی رو داری که وقتی در چالش هم می‌افتی، شما دقیقاً ورق رو برگردانی، چالش رو تبدیل به چی بکنی؟ تبدیل به فرصت. ما هر دو اینا رو در نهضت عاشورا در وجود زنان داریم. خب اینکه بهره مندی کردن از منابع، ببینید حرکت نوع برخورد حضرت زینب با مواجهه با امام حسین، دلداری دادن حضرت، غم شریکی کردن با حضرت زمانی که لازم، این محبت رو، محبت دوسویه حضرت زینب به امام حسین علیه السلام تا زمان حیات امام حسین. و نکته بعدی در بعد از عاشورا، این ببینید مدیریت کردن و چالش ها رو، مصیبت رو و اون نگاه مثلا منفی یزید رو دیدی، خدا شما رو چگونه خار کرد، دیدی مثلا چگونه مثلا به اسارت این دیدی. بله. چطور این ببینید واژه شاید گاهی وقتا به نظر ما بیاد خب یک جمله بوده. مثلا ما میگیم که زینب زینت پدر است و حضرت زینب توانمندی رو داره، کما اینکه میگن گویا وقتی حضرت شروع میکردن به صحبت کردن میگفتن گویا علی است که داره سخنرانی میکنه. نه. خب بعضیا ممکنه بگن خب فصاحت و بلاغت ژنتیک بوده دیگه، ارثیه. نه، اینکه شما کی چه سخنی رو با چه بیانی و از چه واژه‌ای استفاده بکنید. ببینید وقتی که تحقیری اتفاق میفته، بله، حتی طرف میخواد از این واژه ها استفاده بکنه و حق رو جلوه، چیزی رو که باطل حق جلوه بده. بله. این مدیریت کردن از همون چالش، ببینید در نهایت دلخستگی، زمان شما تصور بکنید در یه صحنه فوق تراژدی، اینکه کسی عزیز او رو مثلا متاسفانه در تشت طلا بگذارن، سر بریده برادر و عزیز و امام معصوم رو بگذارن و بعد با بدترین حالت ها، بدترین تحقیر ها اتفاق بیفته، و این در این حالت یه خانم هم باشه، زمینی که قبل این ماه ها یک ماه گذشته چندین کاروان رو خسته است، به لحاظ جسمانی آسیب دیده، فرزند مثلا کودکی رو از دست داده، غم دیده، سوگوار از روزان همه اینا. ببینید بعد اون وقت در یک همچین مجلسی، حتی تصور کردنش هم گاهی وقتا به قول معروف لرزه بر اندام آدم میندازه که چطور میشود. حالا این بانو زمانی که مواجه میشه با یک همچین سخنی، اینکه چگونه او چالش رو، او به عبارتی انحرافی رو که یزید میخواست استفاده بکنه که حق به جانب من، ما کار درستی کردم، اینکه و ما رأیت الا جمیلا، اگر یه واژه است، یک واژه نیست، یک مکتبه، یک دانشگاه
تمام عیاره. بله. او هم از وجود یک خانومی که در بدترین شرایط که حتی تاکید میکنه تصور او برای خیلی از ماها اصلا غیر ممکنه، نمیتونه تصور بکنه که چطور ممکنه یه زن اینقدر توانمندی داشته باشه. حالا این یعنی چی؟ این که گاهی وقتا واژه هایی رو که به کار میبریم، اون جمله معروفی که میگه زن با یک دست خود گهواره رو با دست دیگر جهان را میچرخاند، این گفتگوها و این دیالوگها، این کیفیت صحبت کردنها، ما زبان مادری داریم خانم زهوری، کودک صحبت کردن را از مادر یاد میگیره. چقدر خوب است شیعه و بانوی زینبی از همون ابتدا اصلا نگرش او ای باشد که من پیرو همون بانوی هستم که در بدترین مصیبت ها تک تک سخنان او روشنگر بود. بله. بصیرت ایجاد میکرد. اونقدر که ورق برگشت و همه نه تنها یزید، همه شامیان از آنچه که کرده بودن. وقتی که کاروان وارد میشود با سنگ و خدا متاسفانه در بدترین حالت میبینیم که با آتش از اونها استقبال میکنن. موقعی که کاروان داره برمیگرده به سمت مدینه با آه و ناله و با اظهار تاسف و این چه اتفاقی میفته؟ کی این توانایی رو داره؟ همون گفتگوها، همون سخنرانی ها، همون روشنگری ها. و این روشنگری ها قطعاً بله تاکید میکنم کمان که ممکنه گفته بشه خب اینا ارثی ژنتیک بلد بوده و میتوانسته، نه، یک توان و یک به عبارتی دقت کردن و نوعی مدیریت کردن. چه خوب است که زنان ما و بانوان ما به عنوان پیرو و حضرت زینبی رو داشته باشن که من به عنوان یک مادر از همین کودکی فرزند پسرم و به فرزند دخترم میتوانم اینو آموزش بدم. بله. کیفیت صحبت کردن، استفاده کردن از کلمات، خوب صحبت کردن، حرف خوب زدن و خوب حرف زدن، هر دو مهارت میخواهد که انشالله خدا به اون توفیق بده از اینها بشه استفاده کنیم. حالا شما زیبا گفتین که بسیاری از زنان خب میگن که ما خانه‌دار هستیم و نمیتونیم نقش اجتماعی داشته باشیم. پس چه باید بکنیم؟ این سواله که اگر در ذهنتشون باشه همیست که نقش انسانسازی رو دارن، نقش تربیت دارن، نقش ازده دارن، مهمترین که کاری که هر مادری میتوانه بکنه. بله. هر مادری. حالا خانم رضایی، من همیشه نسبت به همین موضوعی که نقش زنان در روز عاشورا در پایان من یک سوال ازشان پرسان میکردم و این سوال رو میخوایم از شما هم امروز پرسان کنم. بله. که چی شد که حضرت زینب شد و ام البنین رباب؟ بله. یعنی چی شده که چه اتفاقی افتاده؟ رمز اینا چی بوده؟ چرا اینها به عنوان زنان عاشورایی و زنانی که نقش آفرینی داشتن بله یاد میشه امروز؟ درست. تا امروز خب ببینید ما حالا تمایل رو میسکیره روانشناسان پاسخ بدم. ما در بحث نظری های شخصیت، اینکه ماهیت شخصیت یک آدم چگونه، چه عواملی باعث ایجاد شخصیت یک آدم میشه یا من چگونه من میشم، ما تاکید بر این داریم که دو تا عنصر اساسی بسیار مهم داریم، یکی ژنتیک و وراثت است و دیگری محیط و تربیت. این دوتا بسیار مؤثر هستن. خب در بحث ژنتیک من انتخابی ندارم، اختیاری ندارم، ولی نکته ایش است که ما قطعا عزیزان ما یادشان هست در بحث ازدواج و انتخاب همسر میتوانم اونجا دقت لازم رو انجام بدم. حالا اگه ارث رو و ژنتیک رو بگذاریم کنار که بگیم اختیاری نیست، میرسیم به محیط و تربیت. من چه کنم به عنوان یک مادر؟ اول تاکید میکنم من خودم الگوی حقیقی و واقعی و عملی برای فرزندانم باشم. در چه؟ در گفتار، در رفتار، در سخن گفتن، در لباس پوشیدن، در حرف زدن، کجا میرم، کجا نمیرم، با کی صحبت میکنم، با کی صحبت نمیکنم، مفهوم محرم و نامحرم، مفهوم حلال و حرام، مفهوم صداقت و کذب رو ببینید، من علنا در رفتار خودم به فرزندم اینا رو چیکار میکنم؟ اینا رو آموزش میدم. پس این بحث محیط خانواده است. وقت ما بسیار حسن باشه. ما میخوایم زینبی تربیت کنیم. بله. اول تمام تلاشمون به عنوان یک مادر که محیط سالمی باشه. بعد خیلی حواسم باشه که خانم زهوری در تربیت بچه‌م رو کجا میفرستم درس بخونه. مراقبت کنم که نوجوانم چه کتابی میخونه، با چه دوستی رفت آمد میکنه، از چه فیلمی رو تماشا میکنه. اصلا ذهنیتو نه اینکه بگیم کنترل کنیم و ما برای اون خط مش تعیین کنیم. کما اینکه قبلا صحبت کردیم که مواظب، ولی لااقل مراقب باشم و همه تلاشم رو بکنم که زمینه رو ایجاد کنم برای حرکت کردن به سمت خیر و خوبی ان شاء الله. تشکر، سپاسگزار از خواهر خوب ما، سپاسگزار هستیم و همه شما عزیزان بیننده هم که تا این لحظه همراهی کردین، جان سپاس و تشکر. راضی به رضای خداوند بودن رمز پیروزی و موفقیت همه ما خواهد بود. موفق باشین و خدا نگهدار همه شما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.